باشه خود دیگه پارت دیگه از آموزش بلندر داشتم سرچ میکردم بطری آب معدنی درست کنیم. با آوردن یه رفرنس ما مدل سازیمون رو شروع میکنیم. من از همینجا شیفت ای رو میزنم و از قسمت ایمیج یه رفرنس وارد میکنم. با همین بطری آب معدنی رو من وارد میکنم، اسکیلش میکنم. از اینجا من شیفت ای رو میزنم و قسمت ایمیج یه دونی کیوب میذارم، بزرگش میکنم، وارد ادیت مود میشم، وایر فریم. اینجا ما باید یه ورتکس رو وارد کنیم، یعنی باید بقیه ورتکس ها رو حذف کنیم. از اینجا الان بهتون میگم دقیقاً چجوری. از اینجا ورتکس پشتی حذف میشه. اینجا هم اورجین تو جیومتری میذارم که بیاد مرکز ثقل نقطه. خب من این جی رو میذارم اینجا. ببینید مدل سازی اینجا طوریه که ما باید در امتداد همین رفرنسی که یعنی آب معدنی که وجود داره نصف این رو ما باید ترسیم کنیم. الان بهتون میگم چجوری. اینم دقیقا با اکسترود کردن هستش. این دقیقا ما وسط میذاریم و ادیت مود رو میزنیم. از همینجا ای رو من میزنم و اکسترود رو شروع میکنم بر امتداد همین بطری. دقیقا مماست با همین عکسمون اون کار رو دقیقا انجام. خب دقیقا تا نصف آبجکتمون رو ترسیم میکنم و از ادیت مود خارج بشم. این رو هم هاید میکنم، فعلا روی این کلیک میکنم. از قسمت مادیفایر ها من اسکرو رو بهش اضافه میکنم، وارد سالید میشم و همونطور که میبینید این بطری ما رو برامون میسازه. حالا هم میتونم به این یه دونه ساب دیویژن سورفیس هم بدم، دوتا به نظرم کافی هستش. از این قسمت هم میتونم این رو اپلای کنم و ببینید از قسمت بالا یه دو تا سوراخ هم ایجاد شده که این رو با میتونیم فیل کنیم با زدن کلید F روی کیبورد. یعنی من روش انتخاب میکنم و فیسز رو هم انتخاب میکنم و اینجا A رو که بزنم کلش انتخاب شه F رو میزنم و اون قسمتی که سوراخ هستش رو برای من پر میکنم. خب این تا اینجا کار. ما باید حالا این بطری آب معدنی رو به سه قسمت تقسیم کنیم، یعنی یه قسمت که میشه اونجایی که لیبل بهش میخوره، یه قسمت هم در پوشش و یه قسمت هم خود بدنش. خب من وارد ادیت مود میشم و از اینجا وایر فریم رو انتخاب میکنم. این قسمتی که لیبل قرار بخوره رو من انتخاب میکنم. بذارید ببینم دقیقا باید از اینجا تا اینجا باشه. خب من این رو انتخاب میکنم، از روی کیبورد پی رو میزنم و سلکشن. پی و سلکشن. وارد سالید میشم و از اینجا من این رو ای رو میزنم، یه ساب دیوایت بهش میدم. اینجا من میتونم خود این رو کمش میکنم. ما باید این رو به صورت یکی در میون انتخاب کنیم با همین اینجا که اون حالت شیاری که روی درپوشش هست رو با اکسترود کردن روش اعمال کنیم. اینم از آخریش. حالا من اینجا Alt E رو من میتونم بزنم و Extrude Faces Along Normal رو بزنم. یه خورده این رو به سمت داخل میدم تا همینجا کافی هستش و ببینید اون حالت شیار درپوش رو داره. خب اما میریم سراغ Material و Texture Object. قبل از من فقط این رو رینیمش کنم، اینو بذارم Label و از قسمت بالاش هم بنویسم کپ که قاطی نشه. نامگذاری ها رو شما میتونید انجام بدید. اول از همه از قسمت لیبل شروع میکنم. من قسمت متریال ها یه نیو متریال میارم و برای تب متریال ها میشم. اینجا میتونید شما اون تکسچر مربوطه رو دانلود کنید. من اینو درگ اند دراپ میکنم اینجا و کالر رو به بیس کالر وصل. اینجا وارد متریال ها میشم. خب اینجا ما یه پریویو داریم که کامل تنظیم نیست. وارد یووی ادیتینگ میشم اینجا. از اینجا هم من وارد متریال پریویو میشم و ای رو میزنم. اینجا من یو رو میزنم و سیلندر پروجکشن رو برای یووی ادیتینگ انتخاب میکنم. از اینجا من ای رو میزنم که کلش انتخاب بشه. این رو باید کامل مماسش بدیم که این تکسچر این در بیاد. خب من اینا اندازش رو تا اینجا اوکی میکنم. میفرده محور ایکس اون رو میکشم.
تا همینجا به نظرم اوکی هستش. حالا یه روی که آب معدنی هستش قرار گرفت. برای درخوش بالاش هم دوباره یه نیو متریال میزنم، این رو رنگش رو به آبی تغییر میدم. برای این قسمت هم من میتونم شیفت ای رو بزنم از این قسمت ریال تایم متریال. شما میتونید این ادآن رو به راحتی دانلود کنید از گوگل. از قسمت گلس من میتونم بهش مستر گلس بدم و یا اینکه گلس اسکریپ بهش وارد کنم. خب من از قسمت ورد یه دونه انوایرمنت تکسچر وارد میکنم. ببینید از قسمت HDRI، از قسمت نیچر من این رو وارد میکنم، وارد رندر میشم و این بهمون اضافه شده. این از این قسمتش هم یه خورده این اسکچرز داره، درست اسکچرزش رو نمیخوام، این رو من به این رو من سیف میکنم و همطور که میبینید این دقیقا اون فرم آبی که توش هست و حالت یه یخزدگی هم داره برای ما انجام شده. خب من با موتور رندر سایکل هم تست کردم و همچین نور پردازی هم بهش دادم و همطور که میبینید هم از بطری آب معدنی نمون.